شعبده جمهوری خواهی رضا خان، قسمت دوم. مجلسی که اکثریت آن عوامل دستچین شده رضا خان بودند، در 22 بهمن 1302 افتتاح شد و می‌خواستند در کمتر از 40 روز تا شب عید کار جمهوری رضاخانی را به انجام برسانند. سکه های طلا و نقره آن را هم ضرب کرده بودند. اما مدرس و میان پرستان آن زمان که در مجلس در اقلیت بودند، با شجاعت و جسارت نقشه جمهوری نظامی رضاخانی را که در واقع عکس برگردان جمهوری اسلامی خمینی بود، با قیام مردم تهران که ده ها شهید بر جای گذاشت، در هم شکستند. مدرس بعداً قیمت را با شهادت خودش به دستور رضا شاه در تبعید در کاشمر پرداخت. در جلسه 27 اسفند 1302 بین مدرس و تدین کارگزار رضاخان بحث و جدل تندی در گرفت. احیا السلطنه به مدرس سیلی زد و مردم تهران به پا خواستند و به سمت مجلس سرازیر شدند. روز 29 اسفند 1302 کسبه و بازاریان تهران علیه رضاخان و جمهوری خواهی دروغین و انگلیسی او تظاهرات بزرگی برپا کردند و هزاران نفر به مجلس رفتند. تدین در مقام معاون مجلس رضاخانی نماینده معترضان را در یکی از اتاقهای مجلس به باده کتک گرفت. سپس زد و خورد مردم با قزاق‌ها و امنیه‌ها بالا گرفت. رضاخان شلاق به دست خود را به واعظ رساند و به او زد و گفت او را پایین بیاورید. یکی از میان جمعیت پاره آجری به سمت رضاخان پرتاب کرد که به پشتش خورد. رضاخان دستور داد مردم را با سرنیزه بزنند. شاهدان گفتند حدود 40 نفر از مردم تهران به شهادت رسیدند. مردم بی اسلحه که هیچ تصور چنین تصادم و تصادفی را نمی کردند، برخی فرار را برقرار ترجیح داده، عده‌ای هم مقاومت کرده، شمشادها و اشجار باغ مجلس را از ریشه درآورده به قزاق‌ها حمله ور شدند. زد و خورد و بزن بزن قریبی در گرفت و قیامتی در مجلس به پا شد. عده زیادی مجروح و زخمی روی زمین افتادند و برخی در اثر ضربه شدید قزاق‌ها جان خود را برای حفظ قانون اساسی فدا نمودند و در شمار کشتگان راه آزادی در آمدند. چند نفری هم در موقع فرار زیر آوار دیوار مجلس رفته، زخمی شده یا جان سپردند. قیام مردم تهران و جوشش خون شهیدان رضاخان را وادار به عقب نشینی از جمهوری خواهی دروغین کرد. بیانیه رضاخان سردار سپه: بالاخره چنین مقتضا دانستیم که به عموم ناس توصیه نمایم، از تقاضای جمهوریت صرف نظر کرده و برای نیل به مقصد عالی که در آن متفق هستیم، با من توحید مساعی نمایند. رئیس الوزراء و فرمانده کل قوا رضا.
روحانی مجاهد شهید سید حسن مدرس: من با جمهوری واقعی مخالف نیستم. حکومت صدر اسلام هم تقریباً بلکه تحقیقاً حکومت جمهوری بوده است. ولی این جمهوری که می‌خواهند به ما تحمیل کنند بنابر اراده ملت ایران نیست، بلکه انگلیسی‌ها می‌خواهند به ملت ایران تحمیل کنند و حکومتی را که 100% دست نشانده و تحت اراده خودشان باشد در ایران برقرار سازند. اگر واقعاً نامزد و کاندیدای جمهوری فردی آزادی‌خواه و ملی بود، حتماً با او موافقت می‌کردم و از هیچ نوع کمک و مساعدت با او دریغ نمی‌نمودم. روزشمار برخی رخدادهای مهم نشان می‌دهد رضاخان در سایه استعمار انگلیس چگونه مقدمات قبضه تمام عیار قدرت در ایران را فراهم کرد. دهم دی 1302، اشغال شهربانی توسط قزاق‌های رضاخان. رضاخان شهربانی کل کشور را اشغال و ژنرال وستهال سوئدی را برکنار کرد. سرهنگ درگاهی، جنایتکار معروف که بعداً به دستور رضاشاه بسیاری را به قتل رساند یا سرکوب کرد، جایگزین ژنرال وستهال شد. رضاخان در ادامه آن دسته از رهبران عشایری که موافق او نبودند را برکنار کرد تا مسیر قبضه تمام عیار قدرت هموار شود. رضاخان قزاق همزمان تلاش کرد بر بدنامی احمدشاه قاجار هم بیفزاید. در نتیجه با فرستادن جاسوس به اروپا، آنگونه که حسین مکی نوشته، تلاش کرد او را بی‌آبرو کند. انتشار تصویری از احمدشاه همراه با یک خانم رهگذر انگلیسی در روزنامه‌های انگلیسی آن زمان در این راستا بود. این عکس را بعدها محمد تقی بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی خود منتشر کرد. عکسی که یک خانم رهگذر انگلیسی با شاه ایران حین عبور در خیابان گرفته بود و بعداً در یکی از روزنامه‌های داخلی هم منتشر کردند تا احمد شاه را با شایعات آنچنانی رسوا کنند. رضاخان با کمک اربابای انگلیسیش در واقع مشغول یک پیشروی همه جانبه بود. از یک طرف اهرم‌های قدرت رو گام به گام به دست می آورد، از اون طرف به بدنام کردن احمدشاه دامن می زد و همزمان با همه اینها برای قبضه کردن قدرت هم در مجلس زمین چینی می کرد تا از طریق مجلس بتونه از احمدشاه عبور کنه. رضاخان روز 12 دی 1302 دو تا تلگراف، اون موقع چون میگفتن تلگراف متحد المعال، دو تلگراف به ایالات و ولایات مخابره کرد که مضمون اونها تسریع در کار انتخابات و اعزام نمایندگان به تهران بود. تلگراف متحد المعال توضیح بدم یعنی بخشنامه عمومی. همه این کارها زمین چینی برای تسلط به مجلس از طرف رضاخان بود. با فشارهای رضاخان سرانجام 75 نماینده در مرکز حاضر شدند و مدتی بعد وقتی رضاخان اطمینان پیدا کرد که همه نمایندگان مزدور خودش هستند، در روز 22 بهمن 1301 مجلس را توسط محمد حسن میرزای ولیعهد افتتاح کرد. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله می نویسد 38 روز مانده به عید 1301 مجلس افتتاح شد. به این ترتیب تعداد نمایندگان مزدور و یا حامی رضاخان جمعاً به 80 نفر رسید. 40 نفر از آنها متعلق به فراکسیون تجدد بودند که رئیس آن تدین بود و 40 نفر هم
متعلق به فراکسیون سوسیالیست ها بودند. این داستان جمهوری خواهی رضاخان یه پروژه تمام عیار بود که کلی کارمند و خدمتگزار داشت. ببینید تا کجا پیش رفته بودن که حتی یه مقدار سکه های طلا و نقره به نام جمهوری ضرب کرده بودن که قرار بود توی عید نوروز اون رو به رئیس جمهور عیدی بدن. یعنی رضاخان و نفراتش میخواستن تا روز عید کارو تموم کنن. اما مدرس و فراکسیون اقلیت شامل میلیون و میهن پرستان اون زمان که روحانی مجاهد و مردمی سید حسن مدرس برجسته ترین رجل اونا بود، نقشه استعماری رو با شجاعت و جسارت برهم زدن. البته مرحوم مدرس بعداً قیمتش رو با شهادت خودش به دستور رضا شاه در زمانی که در تبعید بود در شهر کاشمر پرداخت. در جلسه 27 اسفند 1320 بین مدرس و تدین معاون مجلس بحث و جدل تندی در گرفت و مجلس تعطیل شد. حسین بهرامی ملقب به احیاء السلطنه به تحریک تدین به مدرس سیلی زد و مردم هم که از رضاخان قزاق دل خونی داشتند فرصت را مغتنم شمرده و به خیابان ها ریختند. تهران شلوغ شد و سیل عظیم مردم به سمت مجلس سرازیر شد. روز بعد رضاخان تلاش کرد محمد حسن میرزا را وادار به استعفا از سلطنت کند ولی موفق نشد. عصر همان روز 28 اسفند 1302 رضاخان عده‌ای از نظامیان را با پوشاندن یک پیراهن قرمز رنگ به مجلس آورد تا به نفع جمهوری شعار بدهند. غروب همان روز هم برخی از کارکنان وزارتخانه ها را نزد سردار سپه بردند تا اعلام وفاداری و به اصطلاح جمهوری خواهی کنند. حتی برخی پرسنل دربار را هم که در شمار بستگان و خیشان احمد شاه بودند به همین کار واداشتند. از همان روز 28 اسفند در نقاط مختلف تهران دسته های چند نفری قزاق و لومپن های مزدور با لباس و پرچم قرمز جمهوری خواه که روی آن نوشته شده بود زنده باد جمهوری در خیابان ها ظاهر شدند و به قدرت نمایی پرداختند. اون زمان دور بلشویک ها در روسیه بود و در واقع بلشویک ها در جبران بدنامی روسیه تزاری با اقبال مواجه بودند. خب حالا وقتی رضاخان میاد و عده‌ای رو با لباس و پرچم سرخ به خیابونا میاره، در واقع میخواد از اون اقبال جهانی و اون جاذبه تبلیغاتی استفاده کنه و توجه جوونا رو جلب کنه. خب برای جوونهایی که از ارتجاع سلطنتی و ظلم و ستم فئودالی به تنگ آمده بودند، این یه جور علامت ترقی خواهی بود. اما رضاخان بدنامتر از اون بود که بتونه با این نمایش ها برای بساط جمهوری خواهیش مشروعیت کسب کنه، چون سابقه ننگین این قزاق بیرحم در کشتار مجاهدان تبریز و گیلان و سایر شهرها اونچنان نفرتی رو ایجاد کرده بود که این ترفندها رو بی اثر می کرد. به همین خاطرم بود که مردم با هوشیاری تمام بازتابی به کلی متفاوت نشون دادن و عصر همون روز دست کم 8000 نفر در مسجد شاه علیه این به اصطلاح جمهوری تقلبی رضاخانی و قزاقی تظاهرات کردند. جمهوری رضاخانی در واقع عکس برگردان جمهوری اسلامی خمینی بود که یک ذره مخالفت رو هم نمیتونست تحمل کنه. طبقات مختلفه مردم از این اوضاع و این چنین رژیم جمهوری آریتی و ساختگی تنفر داشته، برای برهم زدن اساس آن به منزل علمای تهران رفته، بنای مخالفت و داد و فریاد را گذاشته، از هر طرف در صدد مخالفت
و چاره‌جویی بودند. به علاوه عصرها نیز در مسجد شاه تهران مجتمع شده بدون ترس و بیم خطابه های مهیجی علیه جمهوری و سردار سپه و تدین و دسته موافقین جمهوری ایراد می نمودند و روز به روز بر تعداد این جمعیت افزوده می گردید، به طوری که در روز 28 حوت در حدود 8000 نفر از مردم تهران در مسجد شاه مجتمع بودند. خوبه یه بار از بالا به صحنه نگاه کنیم. ببینید با مردمی مواجه هستیم که سالها در زیر سایه سیاه استبداد قاجار و حکومت فئودالی زندگی کردند و رنج کشیدند. مردمی که از انقلاب مشروطه هم عبور کردند و تا تأسیس مجلس و مشارکت در حاکمیت پیش رفتند. علی‌القاعده چنین مردمی باید به استقبال جمهوری خواهی برن. کما که وقتی توی شمال تونستن جمهوری انقلابی ایرانو میرزا کوچیک‌خان رو میگم تشکیل بدن، اما همین مردم خب چرا علیه جمهوری رضاخانی جبهه گرفتند و اعتراض کردند؟ این خودش بالاترین شاخصه که نشون میده اون چه که رضاخان ارائه کرده یک نقشه استعماری خلاص برای ریشه‌کنی انقلاب مشروطیت ایران و تغییر سلطنت و روی کار آوردن یک نظام و سیستم و حکومت دست نشانده انگلیس بوده. به همین خاطر هم بود که میلیون و میهن پرستان آگاه تو اون زمان گول نخوردن و دوشابوش رو به مردم به مخالفت بلند شدند. اونا همونطوری که مصدق هم بعدن گفت از قاجاریه و احمدشاه هم دل خوشی نداشتند و خواهان یک حاکمیت و دولت ملی بودند. بنابراین در اون شرایط مشخص اساساً جایی برای همجبهه شدن و همکاسگی با رضاخان و استعمار انگلیس وجود نداشت. هیچ تشکیلات و حزب سیاسی منسجمی هم برای به دست گرفتن ابتکار عمل وجود نداشت. رضاخان در اقدامی دیگر تلاش کرد با تهدید محمد حسن میرزا ولیعهد قاجار او را وادار به ترک مقام و خروج از ایران کند. اما نهایتاً روز 29 اسفند 1302 تدین که برای راضی کردن محمد حسن میرزا به استعفا و خروج از ایران از طرف رضاخان قزاق مسئولیت داشت، در جلسه خصوصی مجلس گفت ولیعهد حاضر به تخلیه قصر نیست، چون خود را ولیعهد مشروطه می داند و ما را هم از قصر بیرون کردند. به این ترتیب کشمکش موافقان و مخالفان در مجلس شدت گرفت و نهایتاً جلسه مجلس بدون نتیجه خاتمه یافت. جلسه خصوصی مجلس مقارن غروب آفتاب بنابر دستور رئیس مجلس روز 29 حوت جلسه خصوصی تشکیل می شود. ابتدا مؤتمن الملک با قیافه کاملا گرفته و اندوهناک اظهار می کند که یک ساعت قبل از طرف والا حضرت اقدس ولیعهد بنده و چند نفر دیگر از آقایان نمایندگان احضار شده و ایشان فرمودند که به ما گفته شده است که از قصور سلطنتی خارج شویم و چون خود را ولیعهد حکومت مشروطه می دانم انتظار داریم نظریه مجلس در این موضوع معلوم شود، لذا مطلب به عرض آقایان نمایندگان می رسد. پس از بیانات مؤتمن الملک چند دقیقه سکوت بهت‌آسا و غم‌انگیز جلسه خصوصی را فرا می گیرد. بالاخره ناگهان قائم مقام عدل سکوت را در هم شکسته اظهار می کند که برای تحویل حمل مناسب است که ولیعهد به حضرت عبدالعظیم و یا قم نقل مکان کند. سید حسن مدرس خطاب به قائم مقام عدل کرده اظهار می کند به چه مناسبت ولیعهد زن و بچه خود را بردارد و از قصور سلطنتی خارج شود. پس از بیانات مدرس ضیاءالواعظین برخاست و خطابه مفصلی علیه سلطنت قاجاری ایراد کرد و بیانات قائم مقام عدل را نیز تایید نموده شرحی در الزام اینکه باید محمد حسن میرزا از امارت سلطنتی خارج شود ایراد کرد.
ایستادگی مدرس و شدت انزجار مردم نسبت به اقدامات رضاخان باعث شد که در نهایت یه تعدادی از همون اعضای فراکسیون اکثریت مجلس به اقلیت و مدرس بپیوندن. عنصر مردم و جبهه‌گیری اونها علیه تظاهرات فرمایشی قزاقایی که نقاب جمهوریت زده بودند به نفرت مردم از رضاخان و اقداماتش بیشتر دامن زد. وقتی میگیم شعبده جمهوری خواهی رضاخان، این واقعا شعبده بود. یعنی طوری صحنه پردازی کرده بود و به قدری دجالیت به خرج داده بود که حتی عده‌ای از روشنفکران اون زمان هم که البته هیچ اشراف سیاسی به پشت صحنه نداشتن، ابتدا تصور میکردن که واقعا رضاخان اومده حکومت جمهوری برپا کنه. اما این نقاب، منظورم نقاب جمهوری خواهی رضاخانه، خیلی زود کنار رفت و حضور مؤثر توده‌های مردم توی خیابون‌ها بساط جمهوری خواهی دروغین رضاخان رو برهم زد. در واقع قاتل انقلاب مشروطه و قاتل آزادی خواهان با 100 تا نقاب جمهوری خواهی هم نتونست ماهیتش رو پنهان کنه. روز 29 اسفند 1302 تلاش شهربانی رضاخان که رئیس آن سرهنگ درگاهی بود برای به تعطیل کشاندن بازار ناکام ماند و تلاش آنها نتیجه معکوس داد، چرا که مغازه‌داران و بازاری‌ها در اعتراض به جمهوری خواهی دروغین رضاخان تظاهرات بزرگی برپا کردند به شکلی که عوامل انتظامی ناگزیر از فرار از صحنه شدند. مردم حاضر در آن تظاهرات که تعدادشان به هزاران نفر می رسید به مجلس شورای ملی رفتند تا به تبلیغات اخیر رضاخان و شعبده جمهوری او اعتراض کنند. اما تدین معاون مجلس نماینده معترضان را درون یکی از اتاقهای مجلس به باده کتک گرفت و زد و خورد مردم با قزاق‌ها و امنیه‌ها بالا گرفت. اقدامات سرکوبگرانه رضاخان و کارگزار مزدورش تدین در مجلس باعث شد همان روز، یعنی 29 اسفند، مدرس با تکیه به مخالفت مردم مجلس را از اکثریت بیاندازد. تاریخ گواهی میده که مدرس در همون زمان تأکید کرده بود که با جمهوریت مخالف نیست و اگه واقعاً نامزد و کاندیدای جمهوری یک فرد آزادی خواه و ملی باشه باهاش موافقت میکنه و هر کمکی هم که از دستش بر بیاد بهش میکنه. مدرس همون موقع گفت که حتی حکومت صدر اسلام هم تقریبا و تحقیقا حکومت جمهوری بوده، ولی این جمهوری که اینا میخوان به ما تحمیل کنن جمهوری برخواسته از اراده ملت نیست. انگلیسی‌ها میخوان یک حکومت 100% دست نشانده رو به مردم تحمیل کنن، حکومتی که تحت اراده انگلیس باشه، در حالی که نامزد جمهوری واقعا یک شخصیت آزادی خواه و ملی بود حتما باهاش موافقت میکرد و از هیچ کمکی هم فروگذار نمیکرد. این عین حرف‌های مدرسه. در خلال مبارزه مدرس با حکومت جمهوری، عده‌ای به مدرس ایراد و خرده گرفتند که چرا با رژیم جمهوری مخالفت می‌کند. مدرس در پاسخ به این قبیل ایرادات و اعتراضات گفته بود: من با جمهوری واقعی مخالف نیستم و حکومت صدر اسلام هم تقریباً و بلکه تحقیقاً حکومت جمهوری بوده است، ولی این جمهوری که می‌خواهند به ما تحمیل کنند بنابر اراده ملت ایران نیست، بلکه انگلیس ها می خواهند به ملت ایران تحمیل نمایند و رژیم حکومتی را که 100% دست نشانده و تحت اراده خود باشد در ایران برقرار سازند. و از همه مهمتر، به واسطه مخالفت احمدشاه با قرارداد و خواسته های انگلیس ها می خواهند از او انتقام بگیرند. اگر واقعا نامزد و کاندیدای جمهوری
فردی آزادی خواه و ملی بود، حتماً با او موافقت می کردم و از هیچ نوع کمک و مساعده با او دریغ نمی نمودم. روز 30 اسفند 1302 در ورودی مجلس، نظامیان رضاخان با مردم معترض درگیر شده و شماری از مردم به شهدای انقلاب مشروطیت پیوستند. برخی میگویند 40 نفر به دست نیروهای رضاخان شهید شدند. رضاخان شخصاً در ضرب و شتم مردم شرکت داشت و کار به آنچنان افتضاحی کشیده شد که مؤتمن الملک رئیس مجلس به رضاخان پرخاش کرده او را تهدید به استیضاح و برکناری نمود و به این ترتیب آتش بحران شعله ورتر شد. در آن روزها به گواهی مورخان رضاخان خود شخصاً در هیئت یک شلاق به دست می ایستاد و عارف و عامی را کتک می زد تا شاید بتواند طرح جمهوری استعمار خواسته اش را محقق کند. شمار شهدای آن روز هرگز مشخص نشد، گرچه که تمامی حاضران آن صحنه به شمار بالای شهدا و گاه تا 40 نفر گواهی دادند. سردار سپه هم با عده‌ای از افسران قزاق من جمله سرلشکر خدایار خان و سرتیپ مرتضی خان و سرهنگ محمد درگاهی رئیس شهبانی وقت تا نزدیک درب ورود سرسرای پارلمان از وسط نظامیان عبور کرده. در هنگام عبور صدای مردباد جمهوری از مردم بلند بود. سردار سپه خود را تا نزدیک پله ها رسانید. روی پله شیخ مهدی سلطان واعظ مشغول خطابه علیه جمهوری بود. سردار سپه خود را به او رساند و با شلاقی که در دست داشت به او زده گفت او را پایین بیاورید. در این موقع یک نفر از میان جمعیت پاره آجری به طرف سردار سپه پرتاب کرد که به پشت او اصابت کرد و سردار سپه دستور داد مردم را با سرنیزه بزنند و برانند. نظامیان با سرنیزه حمله کردند و با مردم مشغول زد و خورد شدند. مردم بی اسلحه که هیچ تصور چنین تصادم و تصادفی را نمی کردند، برخی فرار را برقرار ترجیح داده، عده‌ای هم مقاومت کرده، شمشادها و اشجار باغ مجلس را از ریشه در آورده به قزاق‌ها حمله ور شدند. زد و خورد و بزن بزن غریبی در گرفت و قیامتی در مجلس به پا شد. عده زیادی مجروح و زخمی روی زمین افتادند و برخی در اثر ضربه شدید قزاق‌ها جان خود را برای حفظ قانون اساسی فدا نمودند و در شمار کشتگان راه آزادی درآمدند. چند نفری هم در موقع فرار زیر آوار دیوار مجلس رفته، زخمی شده یا جان سپردند. رفته رفته مردم جری شده از بعضی قزاق‌ها اسلحه را گرفتند و با اسلحه به آنها حمله کردند که گویا چند نفری هم از قزاق‌ها مجروح و یا مقتول گردیدند. در خلال این اوضاع عده‌ای از جمهوری خواهان مصنوعی که مأمور تظاهرات بودند به در مجلس رسیدند و فریاد زنده باد جمهوری را بلند کردند. قیام مردم بالا گرفت و کار به جایی رسید که مردم روز 3 فروردین همون سال خواهان محاکمه رضاخان شدند. رضاخان که دید در آستانه حذف کامل از صحنه سیاسی قرار گرفته، تلاش کرد مراجع قم رو فریب بده و با توسل به آخوندها خودش رو از مهلکه‌ای که توش گرفتار شده بود نجات بده. به همین خاطر هم به عذرخواهی افتاد و بعد هم یه بیانیه صادر کرد و حرفش رو پس گرفت. منظورم حرف جمهوری خواهیشه. صبح 3 حمل انقلاب دیگری در شهر ایجاد کرد و مردم بازارها را بسته به خانه علما ریخته و صریحاً گفتند که ما سردار سپه را نمی خواهیم و بایستی تسلیم محکمه بشود.
سردار سپه هم به عنوان تعرض به طرف سعدآباد رفت و پس از یکی دو روز توقف در آنجا ناگهان به طرف قم رهسپار گردید و با علمایی که در قم اقامت داشتند ملاقات نموده از آنها تحبیب کرد و پس از مراجعت از قم بیانیه‌ای منتشر ساخت. و این هم قسمتی از بیانیه رضا خان. بیانیه سردار سپه 12 حمل 1303. هموطنان، گرچه به تجربه معلوم شده که اولیاء دولت هیچ وقت نباید با افکار عامه ضدیت و مخالفت نمایند و نظر به همین اصل است که دولت حاضره، تا کنون از جلوگیری احساسات مردم که از هر جانب ابراز می‌گردیده خودداری نموده است، لیکن از طرف دیگر چون یگانه مرام و مسلک شخصی من از اولین روز حفظ و حراست عظمت اسلام و استقلال ایران و رعایت کامل مصالح مملکت و ملت بوده و هست و هر کس که با این رویه مخالفت نموده او را دشمن مملکت فرض و قویاً در دفع او کوشیده و از این به بعد نیز عزم دارم همین رویه را ادامه دهم و نظر به این که در این موقع افکار عامه متشتت و از هان مشوب گردیده و این اضطراب افکار ممکن است نتایجی مخالف آنچه مکنون خاطر من در حفظ نظم و امنیت و استحکام اساس دولت است ببخشد و چون من و کلیه آحاد و افراد قشون از روز نخستین محافظت و صیانت ابهت اسلام را یکی از بزرگترین وظایف و نصب العین خود قرار داده، همواره در صدد آن بوده ایم که اسلام را روز به روز رو به ترقی و تعالی گذاشته و احترام مقام روحانیت کاملا رعایت و محفوظ گردد، لحاظا در موقعی که برای تودیع آقایان حجج اسلام و علمای اعلام به حضرت معصومه علیها السلام مشرف شده بودیم، با معظم اللهم در باب پیش آمد کنونی تبادل افکار نموده و بالاخره چنین مقتضی دانستیم که به عموم الناس توصیه نمایم عنوان جمهوری را موقوف و در عوض تمام سعی و هم خود را مصروف سازند که موانع اصلاحات و ترقیات مملکت را از پیش برداشته در منظور مقدس تحکیم اساس دیانت و استقلال مملکت و حکومت ملی با من معاضدت و مساعدت نمایند. این است که به تمام وطنخواهان و عاشقان آن منظور مقدس نصیحت می کنم که از تقاضای جمهوریت صرف نظر کرده و برای نیل به مقصد عالی که در آن متفق هستیم با من توحید مساعی نمایند. رئیس الوزراء و فرمانده کل قوا رضا. ببینید، مردم ایران خواستار جمهوری بودند. اصلا خواسته جمهوری در بلوغ انقلاب مشروطه یکی از مطالبات مترقی و دموکراتیک مردم ایران بود. مردمی که تونسته بودن تور کهنسال نظام فئودالی رو پاره کنند و در جریان انقلاب مشروطه گام بزرگی در جهت محدود کردن پادشاه برداشته بودند. طبیعیه که گام بعدیشون جمهوری خواهی باشه. اما همین مردم حاضر نبودن دروغ جمهوری خواهی رو از یک قزاق قاتل بپذیرن. قزاقی که خودش دستن در کار سرکوب جنبش‌های برخواسته از انقلاب مشروطه بود. آخه ببینید، اولین جمهوری خواه میرزا کوچیکان جنگلی بود که اولین جمهوری انقلابی ایران رو تأسیس کرد. اسم دقیق جمهوری گیلان در واقع جمهوری انقلابی ایران بود که هنوز هم این اسم در سربرگ‌ها و ابلاغیه‌های اونا موجوده. رضا خان اون جنبش رو با انگ تجزیه طلبی سرکوب کرد. بعدم یه جنس بنجول رو به اسم جمهوری رو میز مردم ایران گذاشت و البته پاسخ جانانه ای هم از مردم ایران دریافت کرد. اگر نقش خائنان و مزدوران استعمار انگلیس نبود و اگر چنانچه حیله‌گری رضا خان
و نیت‌های استعماری و اون خیانت‌ها و حقه‌ها نبود، چه بسا که مردم ایران در همون مقطع تکلیف رضاخان رو یکسره می‌کردن و بساط قاتل میرزا کوچک خان و پسیان و مسلسلچی مهاجم به ستارخان رو به طور کامل بر می‌چیدن. اما پشتیبانی استعماری نهفته در پشت پرده همراه با عناصر و مزدورانی که در نقش فرمانده لشکر در ایالات و ولایت‌ها به کار گماشته شده بودند، باعث شد که رضاخان در صحنه بمونه. رضاخان به وسیله مهره‌هایی مثل امیر احمدی و امیر طهماسبی که عمرای لشکرش بودند، یه موج مصنوعی ایجاد کرد و بعد هم مجلس رو تهدید کرد که به تهران لشکرکشی میکنه. در واقع در نبود یک آلترناتیو کارآمد، این عوامل باعث شد که نقشه های رضا شاه پیش بره. سرلشکرهای قزاق رضاخان از خراسان و سایر نواحی به مجلس تلگراف تهدید مخابره کردند. مثلا امین لشکر غرب کشور احمد به تهران تلگراف زد و تهدید کرد که چنانچه فرمانده آنها یعنی همان رضاخان ظرف 68 ساعت به موقعیت سیاسی قبلیش برنشانده نشود، به تهران لشکر کشی خواهد کرد. خاطر محترم نمایندگان ملت را مستحضر می دارد انتشار خبر کنارجویی بندگان حضرت اشرف اعظم با عشق و علاقه مفرطی که قشون به وجود مبارکش دارد و انجام وظیفه در فرونت‌های لرستان تباین کلی داشته و معلوم نیست خون سربازان برای که و چه مقصود ریخته می شود. به حکم همان احساساتی که در فوق اشاره شد، این جانب تا تشخیص تکلیف و فهم این که نسبت به قشون و سرپرست توانای ما و جبران این فرسودگی چه فکری در دماغ وکلای محترم ملت اندیشیده شده است و پس از 68 ساعت قوای خود را از فرونت‌های لرستان جمع‌آوری نموده و منتظر خواهد بود تا پس از استحضار به تصمیمات متخذه، آنچه وظیفه هر متعلمی است و نسبت به مربیش حکم می کند، بدان عمل نموده و به پاس افتخاراتی که به ما عطا کرده است خونهای خود را در راه تسلیت خاطر مبارکش بریزیم. 25 حمل نمره 1375 امیر لشکر غرب احمد. مهمتر از تلگراف هایی که سرکردگان نظامی که تهدید به کودتای نظامی می کردن، نیروهای قزاق حاضر در تهران بودند که اینا مستقیما زیر نظر رضاخان قرار داشتند. اینا همون نیروهای قزاقی بودند که با کودتای سوم اسفند 1299 به تهران رفته بودند و به قدرت رسیده بودند. قزاقا این بار با مسلسل و تجهیزات از مقابل مجلس رژه رفتند و چنگ و دندون نشون میدادند. بعدش هم همزمان فراکسیون‌های موسوم به تجدد و سوسیالیست هم در مجلس فوراً دست به کار شدن و خواستار این شدن که رضاخان مجدداً رئیس الوزراء بشه. چنان که یک روز عده زیادی از قزاق‌ها مجهز و مسلحانه به طور دفیله از جلوی مجلس و بعضی خیابان‌ها عبور کردند و این عمل باطناً حاکی از تهدید مجلس بود و در نمایندگان مخالف سردار سپه هم بی اثر نبود. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 سالش مخالفان رضاخان را نام برده و در صدر آنها به دکتر مصدق و شماری از خوشنامترین شخصیت‌های آن روزگار مانند مدرس اشاره می‌کند. مکی می‌نویسد: یک بار دوستانم مرا برای وساطت جهت بازگرداندن رضاخان نزد مدرس فرستادند، اما مدرس با دو جمله پاسخ مرا داد. حسین مکی میگوید: به مدرس گفتم رضاخان کاردان است، بهتر است او را نگه داریم. اما مدرس گفت: سگ هر قدر هم خوب باشد،
همین که پای بچه صاحب خانه را گرفت دیگر به درد نمی خورد و باید از خانه بیرونش کرد. مکی می گوید به مدرس گفتم اگر بیرونش کنیم ممکن است قزاق‌ها جنگ داخلی راه بیندازند. مدرس پاسخ داد باید ریشه این فساد را هر چه زودتر کند. آخر آدم باید جرأت بکند 20 تا سوار دست یکی بسپارد و از یاغیگری او در امان باشد. مرغی را که دم صبح شغال خواهد برد بگذار سر شب ببرد. دست کم از کشید دادن تا صبح خودتان را راحت کرده اید. مکی می گوید دیدم فقط مدرس اینقدر ریشه‌ای و منطقی فکر می کند، در حالی که بقیه اینطور نبودند. حتی افراد خیراندیش هم مثل مدرس نبودند و عاقبت شماری از همان خیراندیشان به میانه میدان افتادند و با وساطت رضاخان را برگرداندند و رئیس الوزرایش کردند. این گونه بود که راه برای پادشاهی او هموار شد و استعمار انگلستان با کمک آخوندهایی مانند کاشانی رضاخان را به سلطنت رساندند. نبرد امروز مردم ایران با سلطنت مطلقه فقیه در واقع ادامه همون مبارزه تاریخی مردمیه که با راهبری و جانبازی ستارخان و باقرخان، علی موسیو و میرزا کوچکخان جنگلی و شیخ محمد خیابانی و کلونل محمد تقیخان فسیان در بیش از یک قرن پیش آغاز شد. بعد پرچم اون از مصدق و بعد از اون به فرزندانش رسید و اکنون در حال حرکت به سمت قله پیروزی و برقراری یک جمهوری دموکراتیک، انقلابی و مردمیه. در حالی که شیخ و شاه و استعمار همچنان در یک طرف و مردم ایران و فرزندان پیشتاز و پاکبازشون در جبهه مقابل، نبرد آزادی بخش رو ادامه میدم. و حرف پایانی را هم یک بار دیگر از بزرگترین مخالف جمهوری رضاخانی بشنویم، یعنی مدرس، که گفته بود من با جمهوری واقعی مخالف نیستم و حکومت صدر اسلام هم تقریبا بلکه تحقیقا حکومت جمهوری بوده است، ولی این جمهوری که می‌خواهند به ما تحمیل کنند بنابر اراده ملت ایران نیست، بلکه انگلیسی‌ها می‌خواهند به ملت ایران تحمیل کنند و رژیم حکومتی را که 100% دست نشانده و تحت اراده خودشان باشد در ایران برقرار سازند. اگر واقعاً نامزد و کاندیدای جمهوری فردی آزادی خواه و ملی بود حتماً با او موافقت می کردم و از هیچ نوع کمک و مساعدت با او دریغ نمی نمودم.